بینات عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یارستم، شما را به مشاهده برنامه 165 خود که مصادف میشه با هفته چهارم ماه می سال 2014 میلادی صمیمانه خوش آمد میگم. اجازه بدین که امروز از شما سپاس بکنم. برنامه ما آنقدر زیق است که حتی وقت از امیر نمیفهم که از شما یک تشکری بکنم. اولی که شما هر روز یک شنبه پیش تلویزیون میشینین و مرا مشاهده میکنین برای عکسات، صمیمانه سپاس میکنم. دیگرا از طریق فیسبوک، دیگرا از طریق یوتیوب و به هر طریق ممکن دیگه که هست میشینن و برنامه مرا میبینن. ما برای خود یک وظیفه دادیم که حداقل یک چیز را که ممکن است ما برای شما تهیه بکنم تا امی ساعت را که با ما هستین بسیار به هدر نره، اگه تا حدود به هدر میره. دیگه ای که از شما سپاسگزاری بکنم که برنامه ما از طریق فیسبوک با دیگر شریک میمانین، از طریق یوتیوب با دوستایتان زنگ میزنین، در مورد برنامه میگین، با دوستایتان تلفن میکنین، برنامه ما را معرفی میکنین، خود ما را معرفی میکنین و عملا اسم میگیرین. در واقع ما و شما امروز یک سازمان سیاسی هستیم، یک سازمان سیاسی که هنوز امتزاج فیزیکی نداریم، اما عملا یک امتزاج سیاسی داریم، یک امتزاج عقیدتی داریم، یک امتزاج فرهنگی داریم، یک امتزاج از همه مهمتر اخلاقی داریم. و دیگه از شما سپاس کنم که حتی از نقطه نظر اقتصادی به برنامه کمک میکنین. در چهار ماه گذشته دو ماه ما از پیسه شما برنامه خود پرداختم و در دو ماه اخیر نیمشه شما کمک کردین، نیمشه ما از پیسه خود دادم. ایما احتمال داره تا زیادتر شما بتم. ما تنها برای شما ای گپ یاد میکنم که اگر برنامه ما کمک اقتصادی کنین، ای جنگ مشترک ماست. اما اگر شما فکر میکنین که امی کار نمیتانین، ای برای ما بسیار یک کار کلان نیست. یعنی ما از پیسه خودم میتانم که امی کار کنم، ولی به هر حال در ای برنامه ما میخوایم برای شما یک چیز بسیار مهم تشریح کنم و او ایست که وقتی که یک آدم گپ میزنه، چطور ما و شما میتونیم گپای از او را مثل پته زینه استفاده کنیم، یکی دیگه بالاشیم و در کلش درائیم. اما تو که شما میخواین در یک بام بالاشین، زینه میمانین پته با پته تا در بام بالا میشین. مردم وقتی که گپ میزنه، ما و شما میتونیم از امو گپایش مثل پته زینه بالاشیم و دروازه کلیش باز کنیم و دروشیم ببینیم که چی گپ هسته. برای از اینکه من امی گپ بسیار خوب تشریح بکنم، چون که امیال انتخابات هم در دور دوم میره، ما اولین کلپ خود از آقای اشرف غنی انتخاب کردیم، دوست همیشگیم شما و کلپ آقای اشرف غنی. مردم چی میگه؟ مردم میگن نه لیازی بابی خودم میکنه، نه سر برادر استوار، نه سر برادر استوار. میگم مردم در قسمت ما چی میگه؟ آقای اشرف غنی حالا که به دور دوم کشاند انتخاباته، میخواه که در کلی ما و شما گپ بمانه. ایره ما و شما هنوز نگفتیم که آقای اشرف غنی یک آدم خوبه که نه سر برادر خود سواره، نه به گفت پدر خود میکنه. ما و شما یه اصطلاح را نداریم. آقای اشرف غنی در کابل کلان شده، من نمیفهم که فارسی کجا را گپ میزنه که میگه مردم میگه که نه سر پدر خود را میزنه و نه هم سر برادر خود سوار است. نه لیازی بابی خودم میکنه، نه سر برادر استوار. ولی منظورشان از سوار بر برادر بودن ایست که یعنی بندواز بیادر خدا ما نیستم. اینال چرا ای گپ میزنه؟ یکی خود در کلی ما و شما بته که ما بسیار آدم خوب هستم و در این شک نیست، حتمی آدم خوبه، منطقه ما تا عالمی را درست ندیدیم. ولی ببینین اینی بخشه، این ازیج ما میتونیم در کلیش درائیم، ببینیم که در این انتخابات در دور دوم ای چی رقم فکر میکنه شما. من یک برادر متاسف دارم، برادرم نیست. پرسان کنین که 4 سال در این دروازه من نماندیم. حرفای برادر سر برادر تحکیم نکنیم. برادر ما تیم داریم، برادر ما دانش است. سر ازی برادر ما اعتماد کنید. خداوند این موهب برا داده که برادر معنوی و سیاسی یافتیم. اما هیچ نوع تعصب مورد قبول ما نیست. بسیار یک گپ مهم زد.
از روی ای گپ آقای اشرف غنی ما حالت روانیش، حالت دماغیش میفهمم که در امی آستانه رفتن به دور دوم چی رقم آقای اشرف غنی فکر میکنن. آقای اشرف غنی متوجه شد که در دور اول که ای زیادتر به پشتون ملتیا تکیه کرده بود بسیار یک پالیسی غلط بود. ای فکر میکرد که امی انوار الحق احدی و امو اسماعیل یون و امونایی که خود پفک پفک پخانه جور کرده بود که ماستیم و ماستیم، ای کار نداد. فکر میکرد که بزور از وا و باز یک چند هم وطن ازاره ما را خریده بود از طریق ما نمیفهم که بخش آقای کریم خلی یا کی و آقای دوستم هم پیسه داده بود. فکر میکرد خلاص دیگه ما گرفتیم، سیاییم برای ما نظر خوب داره، آیسای هم نظر خوب داره و پیش مردم هم مغز متفکر هستم، پشتون ملتی هم کتمه ایستاده است، کلگی آقای زاخلوار هم برم از وزارت مالیه پیسه دوزی میکنه، بخی ما 100% میشیم رئیس جمهور. اما حال متوجه شد که نه، این حالی فکر کرده که چی باعث شد که ما باختم. او ولا مردم قاره که ای اتمن یک فاشیست پشتون افراطیست، بنان میخواه که از این فاصله بگیره و دیستی که در مسئله برادر خود پیش میکشه، میگه برادر دارم که این برادر ما متعصب بود و من اینه 4 سال است که ازش دور هستم، در خانه خدا میره نمانده. یعنی ای از نقطه نظر روانی بسیار یک حال خراب است و میخواه که خود تغییر بده. برای ما شما بگویه که اول ما نه سر بابیم رای میزنم نه سر برادرم سوار استم، و باز دفعه دومش میخوای بگویه که برادرم متعصب بود، ما اصلا ده 4 سال کتش ندارم. اینال به این ترتیب مسئله فاشیست بودن میخوای پاک کنه. اما از دید ما در حالی که ما میبینم که بسیار وار خطا است، دسپرت است و میخوای که کار کنه، در این زمان ما میبینم که ولا در یک حالتی که در مزیقه بفتیم منیسی رئیس جمهور ای بسیار یک آدم وارخطا است. ای اگر ما منیس یک ملت و یک مملکت در یک حال بحرانی گیر بیم، اشرف غنی نمیتانه که آدم خوب باشه، وارخطا میشه، ای سمیده و ای سمیده و علپته میشه. اینمی حالت علپتگی است که ای از وارخطایی دلش است که بیادر در گاربیج پرته. این حال از نقطه نظر سیاسی چرا ای بسیار کار خرابه؟ به خاطر که اگه ای کار کدنی بودی 6 ماه پیش هم ای کار میکردی، به مردم میفهماندی که برادرم یک فاشیست است و بود و ما هم ای کلپش هم مانده بودم، اینه بازم میمانم. سعی کنین از آراجات جایداد شرعی ما را شما 30 سال از سرش شیشتین، حتی از چوپان عادی ما که کشتن تا مردم عادی ما، معاون صدارتتان به عوض از اینکه معاون صدارت مردم افغانستان باشه معاون تنها هزاراست، وزیرتان وزیر تنها هزاراست، وکیلتان تنها وکیل هزاراست، باز میگن شما جزء ملت افغانستان هستین. شرم هم بسیار خوب چیز است. صفحه تاریخ افغانستان بخانین در هر چیزش، نه در خاندان ما، نه در رهبریت کوچی، شما نه وطن فروش پیدا خواد کردین، نه خواهین نزد کدام قوم دید. بپرین در قاطر رهبریتتان، چند تایش فروختگیش، چند تایش در چند جیب مزدور دیگه می دوا. بپرین در قاطر رهبریتتان، چند تایش فروختگیش، چند تایش در چند جیب مزدور دیگه می دوا. بپرین در قاطر رهبریتتان، چند تایش فروختگیش، چند تایش در چند جیب مزدور دیگه می دوا. میبینین؟ یعنی 6 ماه پیش اگه ای کار اشرف غنی میکرد ای بسیار برش فایده میکرد، ولی آل رئیس جمهوری را خب یازو باخته، آل بیادر هم از دست میته. امی خیش و قوم اشرف غنی هم که هست که ببینه که ولی چی اگه آدمه در این وقت تو گرفتی برادرت در سر در سرخان مندازی، پیش مردم این رقه کم میاری، خود دیگر روز بچه کاکایت هم میکنی، دیگر روز کاکایت هم این رقه میکنی، این بسیار یک کار چتیست. کل نفرا آیست آیست از پیشش دور میشه و امو پشتون ملتیا و آقای اسماعیل یون و اینام که امرایش نزدیک بود تمامشان اعتماد خود از دست میده، میگه والا اینمی آدم ما رام در یک جای در گاربیج مندازه. اما ما برای آقای اشرف غنی میگم که شخصا ما خودت به خاطر برادرت فاشیست فکر نمیکنم. ما اگرچه آقای اشمت غنی را در یک برنامه خود مطرح کردم، اما در یک برنامه خود بر دفعه اول که مطرح کردم گفتم که ما از خاطر اشمت غنی اشرف غنی را بد گفته نمیتانیم، برای از این نمیتانیم
که دو برادر ضرور نیست که این نظر داشته باشه. ما جنرالایز نمیتونیم، عمومیت نمیتونیم ببخشیم. ما با برادرم بسیار تفاوت دارم، برادر ما با ما بسیار تفاوت داره و ما به هیچ وجه ای کار غیر منصفانه را نمیکنم. آقای اشرف غنی باور کنین که دلیل عمده که ما شما را پشتونست فاشیست فکر کردیم، امو برنامه که امو در تلویزیون که شما گپ میزدین یا در کنفرانس یا در مجلس که میگفتین لشمشاد نه من نه نه، اون از اونجا که ما شما را دیدم فهمیدم که شما بسیار یک فاشیست هستین. بعد از او عکسایتان کت اسماعیلیون، بعد از او وقتی که آقای انوارالحق و اسماعیلیون آمد از شما در کمپینتان دفاع کرد، بعد از او در قندهار که رفتین و اینی گپ زدین، سعی کنین ما تاسی سرا سو کال مخکش منه او که چی بندیان بله بگرام خلاصه او بکشتنه او که چی ماداکار او که اوز و نور بندیان خلاصه که او. یعنی شما برای مردم افغانستان در قندهار میگین که ما چند سال پیش گفته بودم که ما طالبان را اعلام ایتم از زندان، این اعلامشان کردم، دیگرانشان که مانده اعلام ایتم. یعنی شما در وجه برای مردم افغانستان فهماندین که پشت پرده رئیس جمهور ما هستم، اشرف غنی رئیس جمهوره. چرا اگر ایلا دادنی می بود خب باید کرزای ایرا میکرد چون رئیس جمهوره، اما شما در واقع دمیج ثبوت کردین گپ مرا که رئیس جمهور اصلی شما هستین. یعنی شما میتونستین آقای کرزای از سرش فشار برین که امضا کنه خلاص شدن از یاره. اینی چیزا باعث شد که ما بفهمیم که خودت یک فاشیست هستی. یعنی آل که اگه بگیری بیادر تا در گاربیج پرتی یا اسماعیلیونه یا انوارالحق برای خودت فایده نمیکنه، منتها همی آلت تا نشان میده که چقه ورخطا هستی. کلپ دیگه حرف زدن با تیم تحول و تداوم است، حرف زدن با زیاده از 2 میلیون رایده است که تحول میخواهد. ما حق خود ندارم که معامله کنیم. میبینین میگه گپ زدن با تیم ما گپ زدن با یک نفر نیست، یعنی آقای اشرف غنی. ما زیادتر از 2 میلیون رای داریم، از 2 میلیون زیادتر نداره. خب خیر فکر میکنیم اون غلطی ها را که آقای اشرف غنی چه حساب نمیکنیم، در غیر از او کل چیزها غلط میبراید. اما اینجا اگر در کله آقای اشرف غنی بریم، آقای اشرف غنی حالا فهمیده که ما ریاست جمهوری را باختیم، یک دروازه دیگه واز میکنه، یک دروازه صحبت کردن با آقای عبدالله که ما باید برای تو به ارزش نباشم، ما تقریبا 2 میلیون رای دارم، این حال تو باید برای ما در حکومت بسیار جای بمانی که ما کت تو همکاری کنم. بازم اونمو آلت بیچارگی و عجز و وارخطایی است که فکر میکنه که اینمی آخری مشت از بیا میزنم میشه که در رویشان بخوره. اما اگر ما دمیج مشاور باشم برای آقای عبدالله، ما اصلا نمی چوکی ریاست قبایل هم برازم یادم نمیتم. برای چی؟ برای ازی که یادم در انتخابات سگرفت، در انتخابات تو نیست که اگر نفر دوم شدی باز بیا رئیس جمهور نفر اول معاونش نفر دوم شد، نه، در انتخابات اگر 1% هم کم بودی باختی دیگه میری پشت رایت. اگر نه که بردی اونو میبری، حالا اگر اشرف غنی ببره دکتر عبدالله دیگه هیچ چیز حق ندارد. این حال ایدئال که باخته در دور اول و میفهمه که میبازم در دور دوم، حالا میخواه که به همی طریق اگر چی ادعا میکنه که ما نمیخواهیم که تزیا گب دیم، ما نمیخواهیم کدام معامله بکنیم، اما در اصل این اگر در کلش داروی آلت بیچارگی و علپدگیش نشان میده که میخواه آقای دکتر عبدالله را دعوت بکنه. کلپ دیگه بین دیدگاه، بین رهبری و بین مدیریت باید اگر ارتباط زنجیری باشه. ای گپ آقای اشرف غنی کاملا درست است. میگه بین دیدگاه، مدیریت و رهبری یک رابطه زنجیری باید باشه و باید باشه. ما این را بر شما کم مشکنانم، یک کمه که به میسط خود میارمشه که با سط شما برابر شوه، چون آقای اشرف غنی یک پروفسور است، بسیاری گپ های شما و شما نمیفهمه. میره من مشکنانم برای شما. دیدگاه چی است؟ شما یک نظر داره. به طور مثال شما یک خانه کت یک باغ میسازین، ایره اول در کلیتان میسازین، در نظرتان میسازین.
یک دیدگاه پیدا میکنین که خب اینجا اگه خانه را بسازیم، اینجا درخت سیب، اینجا زردالو را، اینجا ایره، اینجا چه باز کلان کشد چایله میکنیم، او که در اینجا یک گاز باز ویزان میکنیم، در اینجا را دیوال میکنیم، ولی اگه یک دو تا گوسفند را میلا کردیم در اینجا میشه مرغا در اینجا میگرده، اینی میشه دیدگاه. اینال چطور این کار را میکنین؟ شما اینمی کار را باید مدیریت کنین و برازی که ایره مدیریت کنین در واقع ایره رهبری میکنین، یا یک کس دیگر میگیرین که کار کنه و مدیر میباشه شما رهبری میکنین، یا شما ایره مدیریت میکنین در این زمان رهبری. در کارهای خرد معمولا مدیر رهبر هم هسته، اما کارا که کلان میشه به سطح ریاست جمهوری میرسه، باز رئیس جمهور معمولا نقش رهبری رو میداشته باشه، اما یک دیدگاه خوب میداشته باشه و دیگرها را میگیره که مدیریت کنه و این در بالای بالا باعث رهبره. اما به این معنی نیست که دیگر در مدیریت سر نداره، به این معنی نیست که دیدگاه از دیگرها است و به این معنی نیست که کل دیدگاه از ای باشه، اما دیدگاه عمومی از رئیس جمهور می باشه. به خاطر این مملکت مثل که خانه خودم ایستاد باید مملکت بسازه. اینال بین امی دیدگاه و بین مدیریت و بین رهبری یک رابطه باید باشه، این درسته. اما کلپ دیگهش، اگه وقتی که من از پروفیسری آمدم خدمتتان می آمدم تنها سر تپه شیشتب می بودم برتان دیدگاه را می کنم، می گفتم که اینی چیزا باید شوه، حتمی و ضروری باید شوه، و سر هر کسم انتقاد می کدم که چرا این نظریات درجه اول مرا تطبیق نمیکن. اینال ای یک آدم وارخطاست، بازم در جلس که حالا چطور کنم که با مردم خودم معرفی کنم که مهنت یک آدم مهم، مهنت یک مغز متفکر و مردم افغانستان، نه که فکرتان نشد، نه که دیوانه بودین، چی بودین که با ما کم رای دادین با او آدم دیگه که هیچ مدیریت هم نمیفهمه رای دادین زیادتر؟ البته او مردم همی شما نمیفهمین. این حالی خود همون موقف علمی خود نشان میده که والا ما یک قدر یک عالم هستم که وقتی که در افغانستان ما بیایم و دیدگاه خودم برای مردم تشریح کنم، در یک جای تپشته باشم و با مردم بگویم که والا اینی را اتو کنین، اینی را اتو کنین، اینی را اتو کنین و امون نظرات مهم مرا حتما عملی کنین که مملکت آباد شد و اونمو برای شما بسیار فایده داره. یعنی ما امت یک آدم مهم هستم. آقای اشرف غنی در اینمی 13 سال عملا رئیس جمهور پشت پرده افغانستان بود. اونم ما برای شما گفتم در قندهار خودش گفت که ما بندیا را اعلام کردیم دیگه شام اعلام میتم. یعنی کرزای رئیس جمهوره خویا ای دروغ گفته، یک آدم دروغگو اگه اعلام نکده، یا ایس که اونم گپ ما است که رئیس جمهور پشت پرده است به خاطر با شبکه‌های جاسوسی رابطه داره. امی و آقای خلیلزاد اینا باور کنید در مثالهای آخر اینمی کرزه یا آیسولیتد کردن، در یک انزوا قرار دادن. در این وقتهایی که آقای کرزه یک ایران است که چی کنه، گای کت آینه جنگ میکنه، گای کت او جنگ میکنه، با این خاطر است که زورش نمیرسه، بسیار قار است که اینمی مردم ایره در یک انزوا قرار داده. خودشان از طریق سیایی آمدن، خودشان از طریق قایسای آمدن، خودشان پشتون ملتی ها را گرفتن، آقای کرزای کشید و آقای کرزای از این بسیار قار است اما زورش نمیرسه، بنان گای کت آینه جنگ داره، گای کت او، در حالی که اصل قضیه اینا است. و اگه ببینین اینمی تیم آقای اشرف غنی وقتی که مارشال فهیم فوت شد آوازه انداختن، بسیار شدید آوازه انداختن که کرزای زهر داده مارشال فهیم. امو هفته ما آمدم در برنامه ایم گفتم اگر فراموش نکده باشین، گفتم نه ای گپ غلط است، آقای مارشال فهیم مریض بود و اثر مریضی فوت شده. یا میخواستن امی تیم دکتر عبدالله در جنگ بفتکت کرزای و با این طریق اینا به یک میدان فراختر پیدا کنن و دینمی آلیام اینا آوازه کده میرن و دمی یک سال هم آوازه انداخته بودن که اصلا کرزای نمیخواه ریاست جمهوری اعلام کنه. این هم یالم تبلیغات از یایی است که کرزای میخواه ریاست جمهوری رو برای خود دوزی کنه یک 5 سال دیگه هم باشه و اکثر اینمی تبلیغات از اینمی منبع از یا میاید و در واقع یک مقدار مشکلات و اشتباهات و غلطی های را که آقای کرزای مرتکب شده باید از یا تاوانش بگیریم. کلپ دیگه. مدیریت چیزی نیست که من نو یاد بگیرم. دکتر صاحب عبدالله، استاد محقق و محمد خان در الفبای مدیریت خاطر رفتن، نه در صرف دکترایش. اینال دیدین
خودم مقایسه میکنه که دکتر عبدالله و محقق و اینا. میگم مدیریت یک چیز نیست که من نو یاد گرفته باشم. من خب پی‌اچ‌دی است، من یاد دارم. خب یاد داشتید می 13 سال ببین که مملکت ما در نقاط دو مملکت مفسدترین دنیا آمده از برکت سر شما. در وقت طالبا غریب بودیم، وابسته بودیم، در تصرف آیسای بودیم، اما اینقدر منافق و مفسد نبودیم. امروز مفسدترین کشور دنیاست و بیلیون‌ها دلار در این مملکت گم شده. خب شما بودین، هم مدیریت کردین، هم رهبری کردین و هم دیدگاه‌هایتان. ببینین به کلپ دیگه. همین جناب استاد محقق مرا بگو یکم سرک گردن دیوار چطور میسازه؟ به این خونه میشه که سرک دیگاه نساختن. چند وزیر داشتی؟ چی کردی برای مردم افغانستان؟ وزارت ترانسپورت بار بار در اختیارت نبود؟ چی کردی به میدان هوایی بامیان؟ چی کردی به میدان هوایی بامیان؟ حالا قار سر آقای محقق میخواه که مردم سرش خار باشه که بیکاره بود. میگه او آقای محقق برای ما بگو که تو کدام سرک اینی سرک چی رقمی جور میکنی. حالا آقای محقق مجبور نیست که را بگه، ولی گپ مهمتری است که میگه تو خو وزیر ترانسپورت بودی، بیا برای ما بگو که دم بامیان برمی میدان هوایی بامیان چی کردی. اگر امی آقای محقق بسیار کارا برای میدان هوایی بامیان میکرد، امروز ما انتقادش میکردم، میگفتم در یک جای در قاده کوبی ادر تو وزیر ترانسپورت بودی، میلیون ها دلار زدی در میدان هوایی که هیچ کار نمیه، خو سال 10000 نفر لد طیاره در اوجه بره، ای چی یاجت بود. ولی عوض که خوش باشه از او تشکری کنه که توی قوم پرست نبودی، که وزیر ترانسپورت هم بودی، کل پیسا رو نزدی یه قاره. میگه بیا بگو که تو چی کردی، یعنی که میخوای هزارا قار شه که آکویم تو خراستی وزیر ترانسپورت بودی، تو چرا یک خیانت به هزارت کردی؟ میزدی صدا میلیون دلاره. یک هزاره باید افتخار کنه که آقای محقق اینقدر ملیت پرست، اینقدر قوم پرست نبوده، منعیس یک افغان فکر کرده. اگه ایت شک پنشیری در پنشیر میدان هوایی جور کنه، قنداری در قندار، ازبک در تاشقرغان و در اوجه، خب ما یک مملکت واحد خیلی نیستیم که هر کس آمد در جیب خود جیب طرفدارای خود بزنه. حال از آقا کدام نفر سوال میکنه مسئله از می فساد اداری را. آقا اشرف غنی میگه فساد اداری را چطور میتونیم از بین بریم؟ این میگه در 5 سال ما 50%ش از بین میبرم، اما والا کلش نمیتونیم، بسیار فساد اداری زیاده. و ما براتون میگم که تا زمانی که از مواد مخدر جلوگیری نکنیم، اینمی فساد اداری را ایش از بین برده نمیتونیم. این یک تغییر جهت دیگه است که آقای اشرف غنی داد. تا حالا آقای اشرف غنی طرفدار قاچاقبرا بود. در مصاحبهش با صدای امریکا دو ماه پیش که من همیال دمی کمپیوتر خود دارم منتا جای ندارم که بمانم، برای آقا میگفت که ولی ما میخوایم مواد مخدر در افغانستان قانونی بسازم. قانونی میخواست بسازه. آل میگه اونمو مواد مخدر باعث اینمی فساد شده و من ایره 10-15 سال است که داده میزنم. حتی در یکی از مقالایم من نشته کردم که اگر از ما پرسان شده، ایجا شاید 12-13 سال پیش نشته کردیم، گفتم اگر از ما پرسان شده که در افغانستان سه چیز مهم کنیم که امی جنگ در افغانستان از بین بره چیست، گفتم ما برشان میگم که کد پاپی. ما گفتم از ما کس پرسان کنه که می جنگ در افغانستان چطور خفک میتونیم، ما برشان میگم که بوته تریاک از می بیخ و ریشه بکش. بازم اما عین گپ میزنم که ای بوته را از بیخ بکش. بازم میگم ای بوته را از بیخ بکش. یگان دفعه مردم خار میشه، آقای یار شما سر ایران هیچ خار نمیشین، افغانای ما را جوانای ما را اعدام میکنه. ما سر حکومت افغانستان خار میشم، مملکت مزارع تریاک ساخته، سرایسای قار میشم که جوان افغان بیچاره مرا میگیره که مواد مخدر خود در اروپا ببره. ای افغان بیچاره نمیفهمه از طریق طالبا جوانا را میگیرن در ایران رای میکنن. حکومت ایران که گرفت چی کنه؟ 5 میلیون نفر در ایران آغشته با مواد مخدر، بانه که کلگی آغشته شه بنان نفر خدا میکشه افغانم، منتها افغان بیچاره است، عوض یکی دو تاش کشته میشه. و گناه ازی یعنی من نیست که بگویم که الان حکومت ایران حق داره، نه، ما امیدوار هستم که حکومت ایران به این گپ توجه زیادتر بکنه، اما حکومت افغانستان باید تریاک از افغانستان قطع بکنه. یعنی بازم اینال ما میفهمیم که آقای اشرف غنی
کلی چیزای خود یک یکی متوجه شده که نه پشتیبانی قاچاق برم من نمیتونم بگیرم. این وقتی که رفته بود قندار که من طالبا را اعلام کردم فکر میکرد کل مردم قندار طالب و باز یک چک چک میکنن، نه تو مردم قندار امی قنداریا با سوادترین مردم افغانستان دو دو نیم صد سال حکومت افغانستان در دستشان بوده. یا اگه کس فکر کنه که از پشتونای عادی سن، نیستن. اکثر از اینا با سوادتر از دیگرای ما سن، دیپلمات ها بودن، در حکومت صداشن، یا یک رهبری خوب داره برشان گفته میشه که تریاک نخزاره، برشان گفته میشه که طالبا خائن وطن فروش است. او یک چند تا بیچاره اطرافی شلایده است. اینال در قنداری رفته بود نمیفهمید، یعنی فهم سیاسی غلط از ایره نشان میته، امو دیدگاه غلط از ایره نشان میته، امو رهبری غلطش نشان میته کجا رفته بود که ما طالبایتان برتان اعلام میتم. و اونا پیش چشم خود دید که مردم قندار برای عبدالله زیادتر جمع شدن از این کده، به خاطر متوجه شدن که یک آدم ساختگی است و در هر جای وعده ای نمیده که فکر میکنم مردم خوش میشه. مثل که در بدخشان میگفت که بدخشان مرکز تجارت بین المللی جور میکنیم. کلپ دیگه. همیشه دارایی ما در اختیارتان بوده، همیشه در اختیارتان خود. ای بسیار یک گپ جالب میزنم، میگه همیشه امی دارایی ما در اختیار شما بوده و در اختیار شما میباشه. کدام دارایی؟ خودت در امی امریکا یک پیجدی بودی و در اینجا پیجدی مثل مرچه زیاد هسته، برای یک پیجدی پیسه زیاد نمیتن، در بزنس زیاد پیسه هست. باز کسایی که در کارهای دیگه هستن مثلا دکتر یا انجینیر اینا زیادتر، اما یک آدم پیجدی است میره در یک یونیورسیتی درس میتن، این بسیار کلان پیسه نداره، یک نام بهتر داره. این میگم ما همی داراییم در اختیارتان بود و آلیان میباشه. و ما کلپایش ماندیم، بارها ماندیم که میگفت که ما در 12-13 سال گذشته ما برای مملکت مجانی کار کردیم، خویان پیسه هم نگرفتی. خو خی کدام دارایی دفعه پیش مردم بود؟ کدام دارایی پیش مردم می باشه؟ برای ازی که ما بر شما نشان بتم از اون وقتهایی که میگه دارایی داشتم، نه؟ در 13 سال خوی ماش نگرفته، در وقتهایی که پروفیسر بوده در امریکا. شما تروانا طرف همی کالا ازی سعی کنین، طرف همی دریشی ازی سعی کنین. امو یک فیلم ایندی بود، ایره من خودم ندیدم، منطقه یک آدم مذاقی بود، همیشه خنده میکرد سر کسایی که روزگارش بسیار خراب بود، اما تو یک دریشی میپوشید، باز دفتن یک دریشی پاک صفا و قیمتی میپوشید، باز رو میگفت که راجو بنگ جنتلمن. امی راجو کدام آدم غریبک بوده، بازی کدام رقم میشه، روزگارش بسیار خوب میشه، بسیار پیسدار میشه. بازمو فیلم نامش میمونن که راجو بنگ جنتلمن، یعنی راجو یک آدم غریب بیچاره بوده، او بسیار شده حال جنتلمن، یعنی که بسیار معتبر شده، حال خود بسیار یک آدم مهم و کاکا فکر میکنه. و امی آقای اشرف غنی هم در واقع راجو بوده که حال جنتلمن شده، و حال کالایش که ببینن هیچ مقایسه نمیشه با او سابق. خو یعنی دارایی مردم بگو که یک ذره شیج است، یک ذره شیج است، باز اگر کتم خوبی کردین باز یک ذره از اینجا میکشیم برای شما هم میتیم. ببینین به این کلپ دیگه. آرزوی من پول نیست. اگر آرزوی من پول می بود 13 سال صاحب میلیاردها می شود. آرزوی من پول نیست. اگر آرزوی من پول می بود 13 سال صاحب میلیاردها می شود. میگه آرزوی ما پیسه نیست. شاید نباشه. یعنی ما آقای اشرف غنی به نظرم دوز نمه. من نمیفهم. یعنی در این قسمت معنوز کدام چیز مستند ندارم. خب شما یک آدم خوب بودین، رحمت به شیر مادر خوب شما که شما را همی اخلاق داده بود که هم پیسه را دوزی نکنین. اما مشکل در چیست؟ اینمی آقا اونمو میلیون ها دلار، هزار میلیون دلار داشت، در پیش همی بود به عیس وزیر مالیه، خودش رفت پیش کرزه گفت مر همی رئیس پوانتون بساز، همو پیسه را پیش دوزای لاکد. اینمی او روز امی خانم میگفت که والا امی نفر میگه که منظورش ما بودم که اینه در فاینانشل تایمز نوشته شده بود، اینمی اشرف غنی که شاید جاوید برکی 4 بیلیون دلار رفتن از بانک جهانی قرضه بگیرن به نام افغانستان یا مفت بگیرن به نام پشتونای دستون سرد، امو پیسه را ما پرسان کردم
و ای بسیار کلان یک سنده، شاید یک یادی که در تلویزیون است یا اصلا نفهمن که من چی میگم. این نمیره اگر برندم و یک برنامه دارم به نام بزرگترین دزدی ببینن، توجه کنن، چهار پنج دفعه ببینن، میفهمن که من چی میگم. این حال آقای اشرف غنی نمی ثبوت دیگه شه، حالا این نمیگه پا بسیارا فهمیده نمیتونه. آقای اشرف غنی میگم، میگم برای ما پیسه مانا نداشت، اگر نه ما هزارها میلیون دلار دوزی میتونستم. یعنی مانای چیز که پیسه ها مت در کود کود افتیده بود، کلش دلار ما در جیب خود نکدم. یعنی چانس برازی بود که دیگر ها دوزی کنه. چون خودش باز هم میردم برنامه دو سه بار تا حال ماندیم که در یک مصاحبه گفت که ما باز از امی چوکی وزارت مالیه که رفتم در پوانتون، باز پیسه ها کلش پف شد، گم شد. یعنی اینمی آقا وظیفه نگاهداشت از او را داشت و اینمی آقا اونمون نگاهداشت نکرد و یک کس برش گفت که عزیز برو در پوانتون بان بری دوزای دیگه، و دوزایی که بعد از این وزیر مالیه شد که تا وزیر پلان و بازی پیسه را انتقال دادن در پیش ISI. ما یک کلپ دیگه میمانم. امیر توفه میتونم به امی خانمه که سر ما انتقاد میکرد، ما خوش دارم نامش بگویم اما قارش می اگر نامش بگویم، و ما ایره بر این نمیمانم که خدا ناکده ما سر از این قار باشم. ما میشه احترامش کردیم، احترامش میکنم، چون یک کسی که در صف اول استاد شده همیشه در سر خود آتش گرفته که بر امو مملکت یک خوبی بکنه. یعنی در ایش هیچ شک نیست که یک زن خوبه، بر افغانستان هم یک قلب پاک داره، اما قلب پاک و آدم خوب بودن کفایت نمیکنه. باید هوشیارانه در ایجا استاد شوی. یعنی سعی کنین این کلپه. سوم، کاریابی عاجل است. جوان بی‌سواد باشه یا باسواد، فرق سواد و دانش کنین برادرم. بی‌سوادی به دانشی نیست. اولی که دیدین دمی قسمت اول، یعنی ما در ایجا کدام چیز زیاد و کم نکدیم، ما می تنها یک گوشه از گپ شم میمانم. اول در سر کاریابی عاجل گپ میزنه، باز بعد از او سر سواد و بی سواد گپ میزنه، و بعد از او میگه فرق بی سواد و بی سواد بفهمین. یعنی هیچ با یکی دیگه ارتباط نداره، اما تو از یک شاخ به دیگه شاخ میپره. اینمی خودش یک روان سالم نمیداشته باشه آدم، یک مفکوره سالم، یک دیدگاه سالم نمیداشته باشه، چرا کلش میپره، گاهی طرف خیز میزنه گاهی طرف. ایره من یک بار دیگه میمونم، شما میره خوب گوش کنین، باز من یک پذیر تشریح میکنم. سوم، کاریابی عاجل است. جوان بی‌سواد باشه یا باسواد، فرق سواد و دانش کنین برادرم. بی‌سوادی به دانشی نیست. این نفر سر کاریابی عاجل گپ میزنه و ای خود معرفی هم کده که ما اقتصاددان هستم و مو خانم هم میگفت که بسیار اقتصاددان کلان هسته، ولی مردم اینه میگه پا نمیفهمه، اکثر مردم نمیفهمه، اقتصاد بسیار انگوش شمار میفهمه که چی میگه. میگه اولین کاریست که ما کاریابی عاجل کنیم، چون جوان ها کار داره. ای که جوان ها کار داره بیخی درسته. در 13 سال شما کارسازی عاجل باید میکدین که آل میتانستین کاریابی عاجل کنین. در امریکا کاریابی عاجل میتونین به خاطر از اینکه کمپانی هایی است که کار داره، نفر هایی است که پشت کار میگرده. اگر بین از یا یک پل جور کنین، تیز بر از یا اونمو کار میگیرین برای جوان میتین. اما در افغانستان که هیچ کار وجود نداره، به با یک بازار مصرفی تبدیل شده، اقتصادش اقتصاد تریاک و جنگ و خون است، در ایجا کاریابی عاجل نمیتونین، در ایجا کارسازی باید کنین. و کارسازی افغانستان هم چون اقتصاد کاملا ناسالم داره و مفسدترین کشور دنیاست، یک کار به نهایت سخت و حتی ناممکن است. بناهن ما در ایجا کاریابی عاجل هیچ کده نمیتانیم، کارسازی عاجل کنیم و کارسازی عاجل هم نمیشه با او اقتصاد. بناهن ما پلانای لانگ ترم در از مدت برای از ای که بنیاد اقتصادی خوب در مملکت خود ایجاد کنیم ضرورت داریم. یعنی این گپ غلطه. اما گپ دیگه ایست که میگه بین سواد و بین دانش باید یک تفکیک کرده بتانیم، و این گپش درسته. یعنی این گپش بیخی درسته. سواد چی؟ نوشتن، خواندن. اگر خودت خوانده میتونی از روی خط، سواد داری. سواد چی؟ سواد خواندن.
اگر خودت نوشتام میتانی مانایشیست که سواد نوشتن و خواندن داری. چرا نوشته اگر میتانی خواندام حتمی میتانیش. این حال بعض نفر هست که خوانده میتانم و نوشته نمیتانم، ولی به هر حال سواد این همی چیز است. دانش چیست؟ دانش یک سه یا مجموعه از اندوخته های انسان ها در طول زندگیشان است. یک آدم به طور مثال آموخته که اگر درونه رو بگیری در حالی که میدیت خرابه بخوری میدیت کمک میکنه. اینمی یک سه از دانش است که تو داری. یک آدم دیگه میفهمه که زمستان میایه. ما شما کل ما میفهمیم که در زمستان ما نمیتونیم که میوه داشته باشیم، بنان میوه خود خوش میکنیم برای زمستان، یا گوشت قاق میکنن برای زمستان، برنج خود گندم خود میوه داشتن در تابستان باید کار کنی که در زمستان. این به اساس چی میشه؟ یک فهم، یک دانش میشه. اینمی دانستنی های ما دانش ماست. یعنی که اگر کتابی کدام رقم دیگه اصطلاحا باشه ما او را نمیگم. کال یک آدم بگویم ما والا در یونیورسیتی خواندیم دانش عینت یک چیز است، اما در شکل مجموع اینمی دانش است. یعنی میگه یک تفکیک کنیم بین سواد و دانش. بسیار خوب، اما کلپ دیگر را ببینین که خودش همی فهم و دانش با سواد نمیفهمه، اشتباه میکنه. ما افغان احمق ندیدیم، احمق خارجی تحصیل یافته بسیار دیدیم. میبینین؟ یعنی این دمی اروپا و امریکا تحصیل کرده، چه پیسه این مردم ها در سر ازی رفته. اگر نه یک آدم کوچی مثل که ما یک آدم بیکاره بودم، یا یک آدم بیکاره در این مملکت آمد، بر از این جای دادن، نان دادن، او دادن، احترام شکدن، تمام حق و حقوق دادن، و این پس رفته افغانستان در اینمی سالا این لکچر میته در یک جایی که شاگرده شیشته و از این یاد میگیرن اخلاق، دانش و سواد. اینا لیی بر از واچی میگه؟ میگه ما والا افغان احمق ندیدیم، اما امی خارجا منظورش امریکایی و اروپایی است که با سواد تحصیل کرده است اما بسیار احمق هستن. ما از وا بسیار زیاد دیدیم. یعنی یک عقدمندی زیر نشان میته، عدم یک تربیه سالمش نشان میته و با کجراه کشاندن مردم ما. بیاز در افغانستان ملا میگه که وا کافر را باید بکشیم، این حال دانشمند ما رفته اونا را احمق میگه و میگه در افغانستان ما احمق ندیدیم. 35 سال است که مملکت ما در خون غرقه، یکی ما قدرت نداریم که را بگیریم از گوشش بکشیم که دیگه بس شد کشتن. اینو میره نمیتونیم. و این میگه در افغانستان احمق نیست، اما در امریکا و اروپا بسیار احمقه. یار سعی کنین که چی رقم یک زندگی در دنیا جنت جور کرده. مسلمان که می شور میخوره طرف این مملکت ها میگروزه، مملکت خود مسجد خود اعلام میکنه اینو میجا میدوه. اینا لی میگه اینا بسیار باسواد احمق دارن. و با سعی کنین کلپ که منتظره ما دیگه کار نکردیم، ما تانم یک قسمته که دیگه شمه ایمان پوش سرشه، یعنی ما کدام چیز پس نکردیم. سعی کنین قرار منتظره دمی کل لکچرهاش سعی کنین یک اپ میزنه باز منتظره. نفهمیدین نفهمیدین یک چک چک کنین؟ نه اگر نمیفهمین که ما اثر بگوین سعی کنین نمیره. ما افغان احمق ندیدیم، احمق خارجی تحصیل یافته بسیار دیدیم. باز ببینین یک درس اخلاقی دیگه از ایره. ز دولسم صرف که امریکی تلار خود دوی افغانستان با نپیدل دا زنی کسی به مانا بای پختن کولی مکتب دید مکتب دید مز مکتب دید بی بی کم دیر مفرشن و امریکا که دیر کم مکتبونه بوده سویه و نو بیا بیلی چنگ ازی ما ایلی اوخ لرم اوخ بور میورم خود توکی مکولی ولی خود چیره داره دا اونی دلی 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 اونی لانده موترونه و او دوی نلید. میگم بعد از صنف 12 که بودم امریکا رفتم، راستی از مکتب کدام اسکالرشپ برش دادن، برای یک سال آمده امریکا. حالا او قصه ازی بسیار یک قصه جالب است. یک ماه یا دو ماه دیجا بوده باز از مکتب کشیدنش پس رایش کردن یا کدام مریض شده او سهش باز نمیگه که چی کده. اما میگم من که امریکا رفتم یک زنکه پیر به من گفته که شما در افغانستان تا مکتبتان چطور میرین؟ میگه باز ما برش گفتم که ما اوجه شطر داریم سر شطر میریم. خب تو چرا ایرش خندی را کنی؟ خب باز 40-50 سال پیش بچه جوان بودی، عقلت کار نمیداد، اما تو یک گپ چتی زدی خیره. ای تو مزاقا کن ما در اکسن پایین کردیم، اما حال تو منعیس یک پروفیسور در افغانستان جوان ها را تدریس میکنی، برای ازوا به افتخار میگی که ما سر از یارش خندی کردم و تو ما سر شطر میریم. یعنی یک معلومات غلط دادی و در او افتخار میکنی.
باز ببینین دیگه شک از وام کده پیشتر میره. یک روز یک آدم از پیش پرسان کرد، گفت مشونده معلم سپورت بود، گفت در افغانستان مشونده خر بسیار زیاد داد. ما خود شوق، ما گفت ما در اوجه چار پای دارن. تو چا بیلی چه دیور تو اینو خود، تو باپو خو خردی. میبینین میگه معلم سپورتم در امریکا از ما پرسان کرد که شنیدیم در افغانستان خر زیاد است. ای میگه ما برش گفتم که آه، اما در اوجه چار پای دارن، یعنی که شما خرای دو پای هستین و خرای چار پای. اولی که در امریکا و اروپا مردم خر بدیده بد نمیبینه، در افغانستان که کس را خر بگویی بهتر کت کارت بزنی. در امریکا او تو نیست، اگر یک کس را بگویی که صدایت به خر میمونه او نمیزنه تا. بر از پرسان میکنه که از چی نگاه، یعنی مثلا یک آدم در افغانستان که سگ بگویی بسیار بده، در ایجه سگ مثل یک رفیق مردم نگاه میکنه، در خانه خود دوست دارن، علاقه دارن. یک کس را سگ بگوی یا خر بگوی یا اسب بگوی و در او قارج نمیشن. اما یه میگم ما برش گفتم که آه، در افغانستان خر زیاد داریم، منتها در اوجه چار پای دارن. شما امریکایا همچنان خر دارین، منتها خرای دو پای شما خرای دو پای هستین. این حال دیدین، یه میگفت تفکیک کنیم سواد و دانش. اینی مثال های زندهش هست که از سواد و دانش میده. کاملا این گپایزی با او سواد و دانش هیچ رابطه نداره. اینال اینت یک آدم میخواه که در افغانستان رهبر شه، نه تنها رهبر شه بلکه رهبر بسازه. همین خانم که سر مقاره میخواهیم همین کلپ ببینه، از آقای اشرف غنی پرسان میکنن که خودت یک بخش کلان از مردم افغانستان از دیده توسو انداختی. سیاست حذف، سیاست حذف، ما یقین دارم که می خانم نمیفهمه که چی است، ولی ما برش تشریح میکنم. سیاست حذف است که یک بخش از مردم بخی پس میکنی، از امی قاد بخی وسو مندازیش. در افغانستان متاسفانه یک طریقه که مردم ای سمیتی امیست که باید کل مردم از هزارام اگه باید بیتی از ازبک هم از تاجک هم، و ما امیدوار هستم که تا 5 سال دیگه ما شرایط از بین ببریم، بلکه شایستگی باعث از که مردم ها پالو یکی دیگه ایستاد شد. او شایستگی هم تا نیه که مثلا تاجک برش دادان یونیورسیتی بیتی، تاجک ها هم مکتب لیلیه داشته باشه، هم یونیورسیتی پوانتون دانشگاه و اینا، ساد شانتر بیا معلوم دار و رسیده هستن میتونن چوکی های کلانتر رو بگیره. پشتون میتونه که الان مکتب خوشحال خان داره، مکتب رمان بابا رو داره، ایره در می طول سالا اگه شما فکر کنید در افغانستان هیچ مردم دیگه لیلیه نداشته کابل و در حساب مکتب، با استثنای نمی لیلیه خوشحال خان و لیلیه رمان بابا، و اکثر از اینا رو می آوردن از او سون سرد از پشتونستان. این حال چی شد؟ از آره چون لیلی ندارن آمده نمیتانه، تاجک نمیتانه، دیگه نمیتانه، تنها اونم پشتونا سطح تحصیلیش بالا میشه. این حال تو چی میکنی؟ میگی ولد حکومت کسایی را میگیریم که سطح تحصیلیش بالاست. چی شد؟ باز از آره را یک لغت دیگه میزنی، ازبک یک لغت دیگه میزنی، کل مردم دیگه را پشتون میاری در پیش روی استاد میکنی. این یک چیزیست که باید از بین بره. یعنی این حال یک تاد مردم میگه ولد دیدی شفیع عیار بر علی پشتون؟ نه، اینا کمبوداد است که ما در مملکت داریم. ما نه تنها پشتون خود باید با سواد بسازیم، بلکه ازاره خود، بلکه ازبک خود، نورستانی خود، ایماق خود، پشهی خود، کلگی خود باید بسازیم. حتی آدمی امریکا که امریکاست یک قانون است، امریکایت میگه یک آدم که سفید است، از پدر چوکیای کلان داشته، تحصیل خوب داشته، شرایط خوب زندگی کرده، یه خو میتونه که به خوبی کارای کلان بگیره، تحصیلش هم بهتره کل چیز. اما یک سیای بیچاره چی؟ اول در مکتب درست نماندیمش، زندگیش خراب بوده، یک که آمده با یک سطح تحصیل پایینتر، یه خو نمیتونه که مثل یک سفید باشه. مثلا یک آدم دیگه از مکسیکو آمده، یک آدم خارجی مثل ما آمده از افغانستان، بنان ما بر از یا یک حق بیشتر بده. مثلا یک داوطلبی است در سر یک ساختن یک بنا، 20 نفر میاد ایجا داوطلبی میکنه، اینا ضرور نیست که برای یک سفید بتنش. اگر اوج یک زن باشه، اگر کمپانی ساختمانی داشته باشه، احتمال داره که او بگیره، در حالی که کوالیفیکیشن یا شایستگی های ازو با مراتب پایینه. یا یک سیاست از چند بیلدینگ که هست، مثلا از 10 تا بیلدینگ به طور مثال کل گیشه کمپانی های مربوط سفیدا، اینا میدانه که او را به خوبی بگیرن و اونا امور به بهتر و قیمت خوبتر. اما اگه یک سیاه باشه یا کوشش میکنن که 1% از او را به سیاه بتن، به مکسیکن بتن، به دیگران، تا که هر بخش جامعه به مو عین رقم بالا بره.
اینال در افغانستان ما نمیتونیم که تاجک یا پشتون کل چیزا رو چور پرتا دیگه مردم رو پس کنیم. اینال سعی کنین به می کلیپ که آقای اشرف غنی که میگم ما یک تحصیل کردیم و ایده دارم و دیدگاه دارم و مدیریت میفهمم و رهبری رو میفهمم، ببینین که از رهبری چی رقم یک دیدگاه داره. شما میگین که سیاست حذف و دنبال نمی کنین، اما عملا یکی از اقوام عمده افغانستان شامل تکت انتخابات شما نیست. هزارها نفر از اما سرانشون در میان شما سران کیست؟ سران چند روز دیگه وزیر باشن، رئیس ستر محکمه باشن، رئیس پارلمان باشن، پس به سران بدل میشن. یعنی سران میراسی نیست. شما خودتون میخواین رهبران تاجیک بپرورن؟ شما خودتون میخواین رهبران تاجیک بپرورن؟ معلومتر من میخوام تمام رهبرهای تمام افغان ها رو بپرورن. این وظیفه ایمت بر... این امی خانم در تلویزیون ما امی گپ همه ایزد که ولا یک تلویزیون از آقای اشرف غنی پرسان کرد کلش سر مسئله لسان بود. ی آقا بسیار یک سوال خوب کرد، گفت خودت یک بخش کلانترین مردم افغانستان یک تاجکاس از خود کشدی، یک ازبک گرفتی معاون اول، یک ازاره را گرفتی معاون دوم. و ای به این معنا نیست که خدا ناکده ازبک باید نگیریم هیچ وقت، یا ازاره را معاون دوم نگیریم، معاون اول نگیریم. نه، به هیچ وجه این گپ ما سر از این نیست. اما این سوال یک سوال درست است. آقای اشرف غنی چی میگه؟ میگه باز ما پسان وقت قدرت ها گرفتم یک شه رئیس فلان جور میکنم، یک شه وزیر از او، یک شه از او، دیستی که در رهبرهایشان ما دوباره میپرورانم. او رهبرها که بود و آره وسو مندازم در فضله، مثل که آقای دوستم آورده در پیش روی فکر میکنه که جور میکنه، یا آقای دانش فکر میکنه که برای کل مردم همه تو میگیره و رهبر جور میکنه. کنه این فکر میکنه که رهبر یک گیاه ارزی است که در سر پاروی اشرف غنی میرویه. اتو نیست، رهبر روییدنش بسیار سخته، رهبر کس جور کده نمیتونه. وام یک کسی که خودش اینقدر پایین است او رهبر جور نمیتونه. اینال ای سوال یک سوال کاملا منطقی بود. شما با یک عکس ببینین، اینی رقم مدیریت است که آقای اشرف غنی داره. این اگر شما برین در اولین لویه جرگه ببینین، باز دومین لویه جرگه، باز همی هر کار کشته در پشت کلش همی لویه جرگه قانون ساز که در مملکت بود، اشرف غنی امونمور از پشت پرده تمام چیزش دایرکت میکرد. یک 50 نفر کوچی را که خط نمیتونستن بخوانن آورده بود به حیث نماینده کوچه ها. نماینده کوچه ها چیست؟ اکثر کوچه های ما پشتونه، اونمو هموطن های ما. این نیست که ما بگویم خدا ناکده کوچی را وسو پرتون، نه، کلگی ما مربوط هم وطن هستیم. منتها نمیتونی که یک نفر دور دفعه نمایندگی بیتی، یک نفر ایش یک دفعه به حیث پشتون بیاری نمایندگی بیتیش، یک دفعه دیگه هم به حیث کوچی بری نمایندگی بیتی. خب کوچی پشتون است، پشتون ها اونمون نمایندگی را در پارلمان داره، اونمون بسد، یعنی نمیتونی. اما چون آقا خودش کوچی بود، یعنی از پدر امات بوده، این میخواه که امور هم بیاره در اینجا و از اونام نمایندگی. این حال سعی کنین تروالا که چی رقم نفرها را آوردن در اینجا. ولی برحال ایتنا آقای اشرف غنی نیست که وارخطا است، یک تعداد دیگه هم در تیم از یابیسار وارخطا است، از جمله زاخیلوال که سعی کنین که آقای عمر که از تیم انتخاباتی یا ستاد انتخاباتی ظلمه رسول است در این قسمت چی میگه. شما میشه که یک روزی باز از نماینده تیم دکتر صاحب اشرف غنی پرسان بکنین که مسائل اقتصادیشون رو کی تأمین میکنه؟ مجلس تجار را برشان در دبی و در کابل و در دیگه جا کی تنظیم میکنه؟ من فکر میکنم کیره وزیر مالیه میکنه. ما میدانیم کیره وزیر مالیه افغانستان میکنه، ولی خودشان باید بگوین. دو، اینا باید به یک پاسخ سوال دگان پاسخ بدن که چطور امکان داره که یک وزیر بر حال حکومت که وظیفه‌اش نحوه کار کردن در بین قبایل و در بین مردم سرحدی افغانستان است، تمام روز مردم جمع میکنه در دفتر کاری خود و مردم قسم میده که شما با فلانی خان رای بتین و مسائل قومی بسیار جدی را مطرح میکنه. هم مسائل قومی کلان در افغانستان و هم مسائل قومی بین پشتون ها را و مردم قسم میده که شما با فلانی خان رای بتین و مسائل قومی بسیار جدی را مطرح میکنه. هم مسائل قومی کلان در افغانستان بازم مسائل قومی بین پشتون ها را متاسفانه مطرح میکنه.
شما از تیم دکتر سب اشرف غنی پرسان بکنیم که از اداره عالی سرمایه گذاری افغانستان یعنی اداره آیسا که وظیفه از اونا ثبت و راجستر سرمایه گذاران در افغانستان است چقدر پول دریافت کردند. ایره هم پرسان بکنیم. ببینین به یک کلپ دیگه از آقای زاخلوال که در مورد آقای زاخلوال یا آقایی که فکر میکنم خودش هم عضو پارلمان افغانستانه در حضور یک تعداد کثیر از اعضای پارلمان راجع به این وزیر مالیه گپ میزنه. خلوال سب خوب میفهمید که اسناد در اختیارم است و بارها خواسته که با ما معامله بکنه. کمپانی گلوبال 31 موتر زیره وارد میکنم. 12,500,000 باید پول تحویل بکنه به بانک افغانستان. 12,500,000 در بدل 12,500,000 جناب محترم زاخلوال با توسط دلالانش با گفتی اظهارات لویس آرنوالیست مرجع معتبر خود دولت است $3,000,000 به اظهارات خود کمپانی توسط اظهاراتی که یا تحقیقات که از کمپانی صورت گرفته 31 موتر زیری رها میشه. زاخلوال صاحب در پیشگاه مردم افغانستان سوگند یاد کرده بود که از بیت المال استفاده نکردیم. شایما زاخلوال سه بفرمایه که چی زاخلوال است. زاخلوال سه بدایت میده به بانک مرکزی که برای تحصیلات به انگلستان شایما زاخلوال روان میکنیم و ماهانه عجالتن از بانک مرکزی ماهانه $2,200 برش پول داده شوه. بلندن است. این اسناد است که باید به کمیسیون داده شود. شایما زاخلوال به سفرهای بر تفریح به بیرون از افغانستان از لندن یا از جای دیگه میره. همشیری زاخلوال سپ در بدل هر سفر رسمی غیر رسمی سفرهای تفریح خواهر زاخلوال به مبلغها پول داده میشه. البته این یک بخش کوتاه ازی بود. اصلا تمام گپ ها در حدود شاید 10-15 دقیقه باشه و تمامش هم مستند. این حال ببینین که همی آقای زاخلوال در این روزا چقدر وارخطا است. چون وامال فامیده که اشرف غنی میوازه، امیدواری از اویی بود یا کلکولیشن یا جمع تفریقشی بود که اشرف غنی صاحب میبره بخیر، بازو باز وزیر مالیه میباشه، ساتش دیر هم اشرف غنی صاحب خوش همو. اما حال فامید که والا اشرف غنی در حال باخته، شاید که دستای ما در اولچک بفته. ببینین به این کلپ. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه از دیپلمات های غربی و مقام های سازمان ملل متحد خواسته است تا از وی پشتیبانی کنند. روزنامه گاردین نگاشته است که آقای زاخلوال در نشست با دیپلمات های غربی درباره امنیت خودش و خانواده اش نیز نگرانی کرده است و گفته است که ادعاهای فساد اداری در برابر او انگیزه سیاسی دارند. برخی از دیپلمات های غربی که در این نشست حضور داشتند میگویند که آقای زاخلوال از آغاز تا پایان این نشست اشک ریخت و از این دیپلمات ها انتظار داشت تا برای رئیس جمهور کرزی درباره کارکردها و نبود شخص جایگزین وی در پست وزارت مالیه اطمینان دهند. اما این دیپلمات ها میگویند که هیچ یکی از آنان در برابر گفته های آقای زاخلوال واکنش نشان ندادند. شریف امیری گزارش میدهد. پس از پخش سندهای بانکی وزیر مالیه، آقای زاخلوال با شمار از دیپلماتان غربی به شمول مقام های سازمان ملل متحد گرد آمد. شخصیت هایی که گاردین از آنان به حیث دیپلمات های بلند پایه‌ای جهان یاد کرده است. هدف این نشست درباره پاسخگویی حساب های بانکی آقای زاخلوال نبوده است. اما گاردین نگاشته است که با یک بارگی آقای زاخلوال در این نشست به حساب های بانکی اش پرداخته است. این نشست در وزارت مالیه 45 دقیقه به درازا کشید. در وزیر مالیه در تلاش بود تا به همه شرکت کنندگان آن از دست نداشتنش به فساد اداری اطمینان بدهد. اما این دیپلمات ها گفتند که این نشست بیشتر جنبه احساساتی داشته است.
زیرا به باور آنان آقای زاخیلوال از آغاز تا انجام این نشست گریه کرده است. به باور این دیپلمات ها بعدتر گریه زاخیلوال به حد بالا گرفت که ناگزیر به ترک نشست شد. این ناله وقتی که برای آقای زاخیلوال میبینین که از حال گریان شروع کرده وان پیش دیپلمات های غربی که همی مره نمانین که چوکی مزدستم بره ما ولا آدم بد نیستم، از اون نگاه باز آقای اشرف غنی روزگارش خوبه، هنوز گریان نمی کنه، هنوز از ولچک نمی ترسه، ولی او آقای دیگه گریان شروع کرده و مثل از او یک تعداد دیگه هم با اونمو حالت روانی است.